روز یکشنبه شما مبارک، ای دوستداران خداوند عیسی مسیح، ای همسفران آسمان، ای مشتاقان دیدار روی او. سفرمون رو ادامه میدیم، سفر ایمان، و یک نگاهی به هفته گذشته میکنیم. رسیدیم به موسی، به آیه‌ای که میگه چطور والدین او به ایمان نترسیدند، بچه 3 ماهه رو حفظ کردند و دیدی چقدر عالی بود، چه پیغام‌هایی توش بود. نبوت نداشتن، رویا نداشتن، ولی یک ترس خدا بود. شاید یک چیزی فکر میکردند، خداوند تو اینو حفظ کن، و یا گفتم شاید برای این که پیشش نباشه مرگش رو نبینم فرستادن رفت. ولی خدا چطور دخالت کرد، چطور قدرت مصر که اونجا اسیر بودن، دخترش او را پروراند، مادرش شیر داد، پولش هم گرفت، او را پروراند برای آنکه در آینده منجی ما از طرف خدا انتخاب شده برای قومش باشد. و چطور برادران وقتی موسی رفت که کمکشون کنه این سوال را کردند، چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته؟ آخه تو کیستی؟ تو کی هستی؟ از کجا مأموریت داره؟ و جالب، اون موقع هنوز موسی مأموریت نداشت، هنوز ملاقات نشده بود. بله، یک غیرت بگیم عبرانی بود، اینا قوم منن، من از اونها هستم، مادرم از اونها بوده، شیر عبرانی خوردم، ولی هدایتی نداشت، دعوتی نداشت، یکم هم شاکی هم بود. تا بعد از کشتن مصری و اون ادعای عبرانی به مصر فرار میکنه، کسی که 40 سال در کاخ فرعون با تحصیلات، فرهنگ، آداب و رسوم عالی، مدارج عالی، امکانات عالی، 40 سال دوم در بیابان، گوسفندان، مارها، بوته‌ها، خارها، شکها، سنگها، گرما، سرما، بدون هیچی. اونجا منجی کی بود؟ اونجا رهبر کی بود؟ رهبرش شاید صدها گوسفند، ولی نقشه خدا این نبود. پس بریم به ادامه آیات نگاه کنیم. از عبرانیان باب 11 این 4 آیه را امروز تلاش میکنم، فکر نکنم بتونیم تمام کنیم، چون گفتم کتاب موسی، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه، 4 کتاب موسی است. 2 سال زندگیش رو کاملا گفته شده، 38 سال بیابان تکراری گفته نشده، ولی این 2 سال پر از بقای است. پس این آیات رو نگاه کنیم. عبرانیان باب 11 از آیه 24. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. به ایمان بود که او بیان که از خشم پادشاه به هراسد مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. به ایمان بود که او پسخ و پاشیدن خون را به جا آورد تا هلاک کننده نخست زادگان بر نخست زادگان اسرائیل دست دراز نکند. به ایمان بود که قوم از میان دریای سرخ همچون زمینی خشک گذشتند، اما چون مصریان کوشیدند همان کار را انجام دهند غرق شدند. به اینجا رسیدیم از باب 3 خروج که موسی در بیابان بعد از اینکه یترون دختر بزرگش سفوره را به او داد و صاحب 2 فرزند 2 پسرم شد و به گلداری و چوپانی گله های پدر زنش مشغول شد. یه لحظه فکر کنید،
اونی که باید ناجی قوم اسرائیل باشه، اونی که پسر دختر فرعون لقبش بود، الان داماد سرخونه شده و برای کاهن مدیانی که یهوه رو نمیشناسه، یهوه رو نمیشناسه، قومیست با بت‌های خودش، و این موسی برای او در بیابان داره چوپونی میکنه. از کجا به کجا؟ از چه عزتی به چه ذلتی؟ ولی اینم نقشه خداست. و یادتون هست هفته پیش عرض کردم مرد خدایی میگفت 40 سال موسی فکر میکرد کسی هست و کسی بود. نه، حقیقتا کسی بود. در دربار مصر، در تمامی اون حکومت مصر شناخته شده بود. عرابه خودشو داشت، غلامانشو داشت، جلال و شکوهشو داشت، زندگی عالی داشت. حتی شاید رویای فرعون شدن هم داشت. اگر فیلم ده فرمان رو دیدید، خیلی از این چیزها رو بهتر میفهمید. نگاه نکردید، حتما نگاه کنید. تصویر بهتری به شما میده. گرچه فیلم هالیوودیست، ولی تصویری میده که یکم بتونیم استفاده بکنیم، بفهمیم جریان چیه. هم بردگی و بندگی قوم رو ببینیم، هم جلال موسی رو ببینیم، هم بقایش رو. پس موسی از اون عزت بالاترین های قصر فرعون به ذلت بیابان بی آب و علف به عنوان یک چوپان رسید. پس شاید این سؤال یه عبرانی این بود که تو را بر ما حاکم و داور ساخته. اصلا از کجا این حرفا رو میزنی؟ تو چه کاره هستی؟ اگه مصری هستی، خب چرا دخالت میکنی؟ ما بردیم. اگر عبرانی هستی، ما مشایخ داریم، بزرگان داریم. کی تو رو مأموریت داده؟ و این سوال باید جواب پیدا کنه. پس در باب 3 گفتیم موسی طبق عادت همیشه اون بوته‌ها رو میدید. بوته‌های سوزان در بیابان طبیعیه. در این سالهای گذشته چقدر شنیدیم که در به خصوص کالیفرنیا به خاطر گرمای زیاد چقدر جنگل ها سوختند. گرما، خشک شدن، باد، جرقه‌ای. و اونجا هم شاید بود، عادی بود. ولی میگه در کوه هوریب توجهش جلب میشه و میره و اون موقع صدای خداوند موسی نزدیکتر میا، کفش از پا بدر آر، زیرا جایی که بران استاده ای زمین مقدس است. و افسود، من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. موسی روی خود را پوشانید زیرا ترسید به خدا بنگرد. طبیعتا روی خدا رو نمیشیدید. نمیتونست کسی خدا را ببینه و زنده بمونه. در آیاتی اشاره میکنه که وقتی موسی رفت به حضور خدا در ظلمت غلیظ. و این سوال هست، ظلمت غلیظ؟ کسی که نور عالمه چطور ظلمت غلیظه؟ یعنی چی؟ من زیاد نمیدونم در این مورد، اما از عزیزی شنیدم و در مورد وقتی فیزیک کوانتوم و نمیدونم اون سیاه چاله ها صحبت میشه، از نظر علمی اینطور میگن در اون مرکز سیاه چاله ها اینقدر جرم فشرده است که حتی نور با سرعت نور هم نمیتونه از اونجا عبور کنه، نور رو هم جذب میکنه. پس به نوعی نور فراوانه، ولی چون که انسان و حتی این دنیای مادی طاقت دیدنش رو نداره، در اون سیاه چاله، اسمش سیاه چاله است، ولی قدرت شدید نوریست که حتی نور را در خود میبلعد و چیزی پس نمیده، برای اینکه انسان نمیتونه نور را تحمل کنه. ما این آفتاب یکم نزدیکتر بریم میسوزیم. در روزهایی که کسوف هست، کسوف میگن نگاه نکن چون چشاتو کور میکنه. این نور الهی را کی میتونه ببینه؟ برای همینه که خدا پشت اون ظلمت غلیظی که انسان میبینه، انسان اون ظلمت غلیظ را میبینه، ولی نوره، نور ابدیست. همین نوری که در کتاب مکاشفه میگه در ملکوت در شهر اورشلیم دیگه احتیاج به آفتاب و ماه نیست، چون بره خدا نور اونجاست. هللویا. پس موسی حتی اون نمیدونم چقدر نور بود، اونم نمیتونست نگاه کنه.
و ملاقات شروع میشه، دعوت شروع میشه، پیغام شروع میشه. موسی من هستم خدای پدرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب، تیری روزی قومم را دیدم، فریادشون را شنیدم، از رنجشون آگاهم، هم با بسایات 7-8 نزول کردم تا آنها را از چنگ مصریان برهانم، به سرزمین خوب و پهناور برآورم، به سرزمینی که شیر و شهر در آن جاری است، و حال تو را بفرستم تا قوم من رو بیرون بیاری. موسی میگه من کیستم؟ شاید اگر چند سال پیش باهاش حرف میزد میگفت بله من هستم، من لشکر دارم، قدرت دارم، توانایی دارم، مقام دارم. ولی الان بعد 40 سال برادراشم او رو نپذیرفتند، به نوعی تردش کردند، ندانستند که او منجی، چون هنوز دعوت نشده بود. الان میگه خدای من کیستم؟ اصلا به نوعی شاید موسی داشت غر میزد یا با خدا کلکل میکرد، میگه بعد 40 سال اونجا بودم، الان 40 سال گذشته، تازه به یادت افتاده، تازه یادت اومده که مردم در مشکلن. چون در باب 2 آیات 23 به بعد میگه پس از روزهای بسیار پادشاه مصر مرد، بنی اسرائیل زیر بندگی ناله سر داده فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدا رسید. خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست. یعنی قبل از اون خدا نمیدونست؟ فراموش کرده بود؟ اصلا چیکار میکرد اون موقع خدا؟ مشغولیتش چی بود؟ اگه قومو انتخاب کرد قوم خودش باشن، پس چیکار میکرد؟ کهکشان رو حفظ میکرد؟ عجیب نیست؟ میدونید من شخصا، من از خودم دارم میگم، چرا و چرا خدا نتونست و باید خیلی بیشتر صبر میکردن تا قومو بیاره بیرون؟ برای اینکه هنوز موسی آماده نبود، برای اینکه هنوز موسی اون شخصیتی نبود که خدا بتونه ازش استفاده بکنه، برای اینکه موسی به خودش اعتماد داشت، به خودش یه اعتماد شاید کاذبانه داشت. من میتونم، من هستم، من برم نجات بدم، یه نفر رو کشت مخفی کرد. میدونید اگر همون موسی قوم رو میخواست بیاره بیرون با همون غیرتش خیلی ها رو میکشت. اینو من بارها عرض کردم، خدا به موسی گفت موسی جان بیا من تو رو ملاقات کنم، بیا من تو رو بفرستم، اشکال نداره، من اون قوم رو میشناسم، همشونا تک به تک خودم میکشم، اگه تو بکشی میشی قاتل، یکی انجام دادی بس، ولی من همه رو در اون بیابان، چون که میدونم توشون چی میگذره. الان میپرستن، الان شادن، الان شکرگزاری میکنن، دقایقی بعد شاید از دریای سرخ بیرون میان، ولی من میدونم اون توشون چه خبر هست. پس بیا در حضور من فروتن شو. و کلام خدا میگه در مورد موسی بعد از این ملاقات که آیه معروف عبرانیان هست، آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. بعد از این ملاقات موسی دگرگون شد. در آیاتی میگوید موسی حلیمترین مرد روی زمین شد. میدونید موسی چه فرمولی یاد گرفت؟ من این فرمول رو میخوام هم خودم بیشتر بدونم، هم شما ها. قبل از اون موسی با غیرت خودش عمل میکرد، با زور بازو مقاومت میکرد، بحث میکرد و اون یه نفر رو کشت. بعد از اون وقتی فروتن شد در حضور خدای زنده افتاد، به روی در افتاد، از تمام توانایی، دانش، حکمت، هر اون چه که داشت، غیرت، نمیدونم افتخارات، همه رو ریخت، نرم شد، در دست خدا موم شد. میدونید چی کار کرد بعد از اون؟ گفت خدایا من میفتم تا تو بلند شی، من فروتن میشم تا تو دخالت کنی. و بعد از اون در تمام بقایای اون چند سال بیابان، در مورد داتان و ابیرام، در مورد حتی برادرش هارون و خواهرش موسی شکایت کردن، در مورد نمیدونم الازر و دیگران، هر اتفاقی می افتاد بنی غوره، موسی می دونی چی کار می کرد؟ فرموله یاد گرفته بود، در حضور خدا به روی در می افتاد.
من برای خودم اینجور تفسیر میکنم، غلطک داوری و غضب خدا میخواست بیاد، حضور خدا میخواست بیاد. خب کیست که در برابر او بیستد؟ کیست که بتونه با او مقاومت کنه؟ موسی چون میدونست نمیتونه مقاومت کنه، به روی در میافتاد و این غلطک میومد، غلطک عدالت، غلطک غضبت، غلطک غضب خدا. و هر که مقاومت میکرد، یا زمین براش باز میشد میرفت تو، یا جزام میگرفت، یا هلاک میشد، یا مارهای سمی میزدند، هر طریقی. کیست که در برابر خدا بایستد؟ برای همین موسی قاتل شد حلیمترین مرد روی زمین، چون دیگه کنار میرفت خدا دخالت کنه. اینجا میخوام یه مقایسه‌ای بکنم، من این مقایسه رو خیلی دوست دارم، مقایسه بین موسی و قوم. موسی کجا زندگی میکرد 40 سال؟ در دربار مصر، در عزت و احترام. و بریم اون آیات رو نگاه کنیم از کتاب عبرانیان. در لذت زودگذار بود، پسر دختر فرعون بود، گنجای مصر را داشت. این توانایی، امکانات، فراوانی، نمیدونم، دولت، مقام و محل زندگی موسی بود. در کاخ، گنجهای مصر، لقب پسر دختر فرعون، تمام لذتها، همه چی در اختیارش بود. ولی چی شد که گفتم و دوباره میخوام اشاره کنم، چی شد که وقتی آن نادیده را بدید، دیگه هیچ وقت یک بار هم نخواست به مصر برگرده؟ امکانات، ثروت، لذت، زیبایی، همه چی داشت ولی نخواست. میدونین چرا؟ آن نادیده را بدید. برای مسائل مادی، جسمانی، زمینی، ثروت، مقام، شوکت، جلال، امکانات، خونه، ماشین، لباس، مقام، نمیدونم، گنجها، طلاها، برای همه اینها که زمینی و مال قیصر، مال فرعون گذراست، آن نادیده را بدید، یعنی حیات جاودان، امید جاودان را، اون موقع همه اینها براش بی ارزش شد. هیچ وقت دیگه نخواست به مصر برگرده. کتاب مقدس وقتی صحبت از مصر میکنه، یعنی اسارت، بردگی، گناه. در زندگی روحانی امروز ما، در سفر ایمان ما، در سفر خلقت تازه ما، مصر گذشته ماست. بدون خداوند، بدون یهوه، بدون ملاقات، بدون توبه، بدون تولد تازه، در گناه، در مصر، در اسارتیم. این گذشته بوده. سفر ایمان از اون روزی شروع میشه که با او ملاقات میکنیم، آن نادیده را میبینیم و استوار میشیم، به او چشم دوخته ایم، به کامل کننده و قهرمان ایمان به سوی او میریم. موسی دید. ولی میدونید فرقش با قوم چی بود؟ قوم نخواستند ببینند. در باب 20 خروج، وقتی خدا خواست قوم را ملاقات کنه، گفت 3 روز خودتون رو طاهر سازید، آماده باشید، بیایید، من بالای کوه آشکار میشم، با شما صحبت میکنم، خودم را به شما نشون میدم. بعد رد و برق شد، رد و برق، صدای عظیم، نور درخشان. قوم ترسیدند، گفتن موسی ما نمیخواییم با خدا با ما حرف بزنه، ما نمیخواییم با تو حرف بزنه، تو بیا به ما بگو. نمیدونم میفهمید یعنی چی. یعنی ما خود خدا را نمیخواییم، ملاقات با او را نمیخواییم، زندگی با او را نمیخواییم، حیات او را نمیخواییم. چی گیر ما میاد؟ هر چی به تو گفت بیا به ما بگو. و میدونید از اون قوم، از اون افراد، بالای 20 سال یک نفرش جز کالیب و یوشع وارد سرزمین موعود نشدند. بیش از 2 میلیون نفر از مصر اومدن بیرون با وعده ملاقات در کوه حوریب، با وعده سرزمینی که شیر و عسل در آن جاریست، با وعده سرزمینی که تاکها داره، درختستانها داره، نهرها داره، هر کس تاک خودش، خونه خودش،
امنیت من هست، پادشاهی من هست، با اون وعده اومدید، برده دیگه نیستید، اسیر نیستید، قوم منید، برگزیده منید، با اون وعده اومدید، شما نخست‌زاده منید. ولی چقدر تلخه که به عقب نگاه میکردند. من نمیتونم همه داستانها را بخونم و پیغامها را، ولی برید بخونید. خروج، لاویان، اعداد، تثنیه. هر اتفاق کوچولویی میافتاد، اولی مشکل اصلا آب نبود، الان ما گشنمونه، از این منا خسته شدیم، حیف نبود در مصر دیگهای گوشت، سیر، خربوزه، نمیدونم، مگه همونایی نبودن که در اسارت آه و ناله میکردند؟ مگه همونایی نبودن که فریاد میزدن خدایا تو کجایی؟ چرا قوم تو فراموش کردی؟ قرار بود قول دادی به ابراهیم، اسحاق، یعقوب که ما را نجات بدی، کجا هستی؟ همونها با اولی مشکل به موسی میگفتند مگه در مصر قبرها نبود که ما را آوردی بیرون بکشی؟ مگه در مصر قبرها نبود؟ مگه بهت نگفتیم ولمون کن، ما میخوایم تو مصر در بردگی و بندگی باشیم، گوشتمونم بخوریم؟ بعضیاتون شاید نمیفهمید من چی دارم میگم، ببخشید کلامی نمیفهمید، یعنی الان دوزاری روحانی شاید نیفتاده، ببخشید. نمونه نفهمیدن، کلام خدا میگه بفهمید اراده خدا چیست، بفهمید اراده خدا چیست. روح القدس کمک کنه بفهمیم، یعنی ورود وارد وجودمون بشه. موسی چی داشت میگفت؟ نکنی در این سفر با اولین مشکل، با اولین دره، با اولین ظاهرا خدا کاری نمیکنه، یا جواب دعامونو نگرفتیم، یا آن انتظاراتی که خودمون برای خدای خودمون ساختیم، انتظاراتی که از مسیحی بودنمون ساختیم، انتظاراتی که از ایماندار بودنمون ساختیم، انجام نمیشه. نکنه به قول گذشته ها فیلمون یاد هندوستان بکنه. قوم اسرائیل این چنین بودند. حالا مقایسه. موسی در قصر، گنجهای مصر، لذت زودگذر، ثروت، مقام پسر دختر فرعون، و هیچ وقت نخواست برگرد. قوم اسرائیل 400 سال برده، کتک، تازیانه، بیگاری، تلخی، ناسزا، توهین، ولی اونا میخواستن برگردند. یعنی چی؟ میدونید مرد خدای چی میگه؟ میگه قوم اسرائیل میرسیم در یک شب از مصر بیرون اومدن، فیزیکی، جغرافیایی، مکانی، دریای سرخ باز شد، از مصر بیرون اومدند، ولی نه تا 40 سال، بعضیشون تا سالهای سال مصر از وجودشون، از روحشون، از افکارشون بیرون نیومد. یه بار دیگه بگم متوجه بشی چی میخوام بگم. از نظر جغرافیایی، فیزیکی، با معجزه خدا قوم از مصر اومدن بیرون، جسمن اومدن بیرون، مکانشون عوض شد، دریای سرخ وسطشون معجزه شد، رفتن بیرون، دیگه به مصر بر نگشتن، ندیدن، ولی روحشون، فکرشون اسیر تمایلات و بردگی و بندگی و گناه و جسمانیت مصر بود. به این میگن اسیر گناه بودن. به این نمیگن تولد تازه. به این نمیگن ملاقات با عیسی. چون اینا نخواستن ملاقات کنند. خیلی صریح و رک دارم میگم. ملاقات با عیسی مسیح درون ما را عوض میکنه، نه منطقه جغرافیایی ما را، از ایران، از این ور، از اون ور، به یک کشور، بگیم به یک کشور مسیحی، ظاهر مسیح رفتیم، نه، جغرافیامون عوض شد، از دریاها گذر کردیم، از وادیها عبور کردیم، به یک جغرافیا دیگه رسیدیم. قلبمون چی؟ این باید عوض بشه، درون باید عوض بشه، و اونم با نصیحت نیست،
با ملاقاته. با نصیحتهای منم نیست، نصیحتهای من میتونه تو رو کمک کنه که به ملاقات عیسی بری، روح القدس تو رو جذب کنه به ملاقات با عیسی بری. پس فرق موسی با قوم این بود، موسی هیچ وقت نخواست برگرده، هیچ وقت نگفت یادش بخیر چه کیف میکردم وقتی تو دربار بودم، کنیزان، ندیمه ها، غلامان، عرابه ها، خوراک های لذیذ، ثروت، لباس های فاخر. با لباس چوپونی، با یک عصا دستش، ولی اون عصا عصای اقتدار الهی بود، عصای پادشاهی خدا بود، عصای با خدا ملاقات شدن بود، چون اون چوب خشک عصا تبدیل شد به قدرت معجزه، تبدیل شد به ماری که نشون میده در درون انسان ماری خوابیده. موسی وقتی خدا گفت عصا رو بنداز، تبدیل به مار شد، گفت این طبیعت توه، باید عوض بشه، دمشو بگیر. میدونید هیچ وقت هیچ کس نباید دم ما رو بگیره، چون دمشو بگیری میپیچه، گاز میگیره، خطرناکه. ولی خواست بگه که من اقتدار به تو میدم، نترس. این مار درونت، اون غرور درونت، اون فریب درونت باید عوض بشه. دستش تو سینه برد، آورد بیرون جزامیه، گفت این قلب توست بدون ملاقات من، ولی الان منو روبرو دیدی، اینم عوض میشه. خدای ما خدای معجزه است. در سفر ایمان اون میدونه ما رو داره کجا میبره، چون که چشم به پاداش الهی داشت. از ده معجزه فقط بگم، طولانیه چون داستان موسی خیلی طولانیه. یه مقاله هست که در یک مجله خوندم، بعد دادم خواهرم ارغوان اونا ترجمه کرد، قشنگ پرینت گرفت. میدونید اونا بعدم باید به شما ها بدم، یا به عزیزان که اینجا هستم، یا شاید بذاریم تو کانالمون ترجمهش رو اگه پی دی افش رو پیدا بکنم. در ده معجزه‌ای که خدا توسط موسی در مصر انجام داد، که خیلی وقتا ما نمیدونیم چرا این بلا، چرا این بلا، چرا این معجزه، جریان چیه، جهت اطلاعاتون، در هر ده مورد خدایان مصری را، خدای رود نیل، خدای جنگل ها، خدای نور، خدای نمیدونم حیوانات، خدای حیات، همه این خدایان را مغلوب ساخت، دروغین بودن خدایانشون را آشکار کرد. در واقع هر معجزه نشاندهنده قدرت یهوه بر هر خدای دروغین مصری ها بود، تا به آخرین که خدای حیات بخششون بود مثلا. ولی فرعون از نخست‌زاده خودش، پسر خودش، تا نخست‌زاده غلام و همه حیوانات مردن در اون شب خاص که عشای ربانی، شام خداوند رو ما به اون نیت و به اون مفهوم اون موقع بود الان انجام میدیم. که چی شد اون شب؟ باب 12 خروج، قبل از که بیام بیرون، عید پسح، بره یک ساله خونش رو بر در قایمه ها بمالید، آماده سفر باشید، چیز اضافه بر ندارید، غذا هم هرچی موند بسوزونید با سبزی‌های تلخ که تجربیات تلخ بیابانی است، همه چی عالی و شیرینی است با اون تجربیات، ولی وقتی مرگ، غضب، داوری، فرشته مرگ میاد، با دیدن اون خون که سمبل خون عیسی مسیح از روی شما عبور خواهد کرد. پسح یعنی گذشتن، عبور کردن. غضب گناه خدا بر دنیا بر مسیح آمد. برای همینه که مسیح پسح ماست، قربانی و کفاره گناه ماست، بر او آمد تا ما حیات و نجات بیابیم. پس در باب 12 کتاب خروج، بعد از اینکه اون 9 معجزه انجام شد، دهمیش فرشته مرگ بود، صدای شیون و مرگ، و بعد به دریای سرخ میرسن.
یک سرود قشنگی است دان ماین ساخته، شهادتش هم خودش میده، میگه اونجا که ظاهرا راهی نیست، اونجا که ظاهرا هیچ راهی نیست، خدا میتونه راهی فراهم کنه. قوم رسیدند به دریا، از مصر اومدن بیرون. من کوتاهش میکنم چون پیغام واره میخواییم بگیریم. اومدن بیرون، تمام هدایا رو دادن، طلا و نقره، تمام همسایه ها، هرچی طلا و نقره، برید اینا رو بگیرید برید. میدونید خدا اونا رو برای چی گفته بود میگیرید و بهشون دادن؟ چون تو قرار بود در بیابان خیمه اجتماع را بسازند، برای آنچه که نیاز بود تمام اون ثروت رو داشته باشند. و کلام بعدا میگه انقدر هدایا دادن که موسی به قوم گفت بس دیگه نیارید. من تا الان نشنیدم که خزانه داری به مردم بگه بس دیگه نیارید. من و خزانه داران در طول تاریخ خودمون کلیسا همیشه گفتیم پس چرا نمیارید، پس چرا نمیارید، چرا نمیارید، ولی اونجا انقدر زیاد شد که گفتم بس دیگه نیارید. بگذاریم، رسیدند به کنار دریای سرخ، یعنی روبرو دریای سرخ، و یهو لرزش زمین، لرزش زمین و صدای پای لشکریان فرعون که دنبالشون اومدن، 600 عرابه برگزیده، چون که خدا دل فرعون رو سخت ساخت و یه کاری کرد که دیگه اسرائیلیان مصریان را نبینند. صحنه اینجاست چقدر جالبه. پس هراسان به درگاه خداوند فریاد برآوردند و خطاب به موسی گفتند. این بعد از 10 معجزه است، بعد از 10 معجزه که دیدند. آیا در مصر قبر نبود که ما را به بیابان آوردید تو در اینجا بمیریم؟ این چیز که به ما کرده و ما را از مصر بیرون آوردی، آیا در مصر به تو نگفتیم ما را به حال خود واگذار تا مصریان را بندگی کنیم؟ ما را بهتر آن بود که مصریان را بندگی کنیم تا اینکه در بیابان بمیریم. نمیدونم من اگه جای موسی بودم چی کار میکردم، منو میشناسی چی کار میکردم. موسی در جواب قوم گفت بیستید و نجات خداوند را ببینید. برادر من، خواهر من، شرایطت بن‌بسته؟ ای کاش تو ایران میموندی یا الان تو آمریکا، استرالیا، هر جایی که هستی یه جایی گیر کردی. اصلا نمیدونم انتخابات آمریکا چقدر به من و تو ربط داره. مقامات چقدر به من و تو ربط دارند؟ آیا اونها هستن که زندگی تو را تعیین تکلیف میکنند؟ اگر اینجوره پس خداوندت رو نشناختی هنوز، اگر اینجوره پس در اسارت افکار مصری هستی. ببخشید، خداوند خداست، فرعون همینا که گفتم اسم هاست تو ذهنم، زندگیشون میتونه مثل هیرودیس خدا یک کرم بزنه تموم بشه، میتونه مثل نبوکدنصر در کاخ خودش تبدیل به حیوان بشه، موهاش بلند بشه، ناخوناش بلند بشه، 7 سال مثل گاو علف بخوره. باور نمی کنید؟ برید کتاب دانیال باب 4 رو بخونید. 7 سال در قصر خودش مثل گاب علف بخوره تا بفهمه خدا کیه. در چه شرایطی هستی؟ بن‌بسته برات؟ نه راه پس داری نه راه پیش؟ عالیه، عالیه، چون خدا جایی قرار داده که معجزه بکنه. ولی برای ایماندارانش، برای منتظرانش، برای دوستدارانش، برای مطیعانش، گرچه تمام قوم از اون دریا عبور کردند ولی هیچ کدوم به سرزمین موعود نرسیدند، چون معجزه تولد تازه ایجاد نمی کنه. دیدن خداوند تولد تازه ایجاد می کنه.
همونایی که معجزه پنج نان دو ماهی را دیدند، شفا را دیدند، مرده شد، زنده شدن مردگان را دیدند، مفلوجا راه رفتند، دیو زده آزاد شدند، غذا خوردند، نان ماهی، همونا فریاد زدن مصلوبش کن، مصلوبش کن. چون معجزه نیست که عوض میکنه، تولد تازه است عوض میکنه. بله، موسی میگه ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل میآورد، زیرا مصریانی را که امروز میبینید دیگر هرگز نخواهید دید، خداوند برای شما خواهد جنگید، فقط آرام باشید. در آرشیو کلیسامون داشتم این پیغام را، خداوند برای شما خواهد جنگید، شما فقط آرام باشید. میتونی آرام باشی؟ بیایید دعا کنیم آرامی خداوند بر ما بیاید. بیایید بگیم روح القدس چشمان دل منو باز کن، که اخبار این دنیا منو منحرف نکند، صدای مدیای این دنیا، صدای دنیای فریب و مجازی، دنیای دروغ، دنیای کنترل، دنیای سیاست‌های ابلیسی ضد الهی منو تو رو از مسیر الهی منحرف نکند. به بن‌بست رسیدی، نه راه پس داری نه راه پیش، پس چشماتو برافراز، بگو به خدا، خداوند به تو نگاه میکنم، به تو که میتونی، به تو که میدونی، به تو که قادری، به تو که طریقها در دست توست. این دعایم را پدر به نام عیسی مسیح برای تک تک عزیزانی که الان و بعدن پیغام را میشنوند دعا میکنم، تا روح القدس تو در دلهاشون کار عجیبی انجام بده، تا ورای معجزات تو را ببینند، نه دنبال نون و ماهی و معجزه، بلکه طریقهای تو بر دلهاشون نوشته بشه، صدای تو را بشنوند و با تو هم سفر باشند. برای جلال تو پدر به نام خداوندمان عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزانم، فراوانی خدا با شما، روزتان و هفته‌تان مبارک در خداوند عیسی مسیح، آمین.